دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید حاجی خان حلال خور از آقا محمد خان حمایت کرد در بین افسران رضا قلی خان که با او از بار فروش به لاریجان رفتن مردی بود به اسم حاجی خان از سکنه بلوک موسوم به بند پی و ملقب به حلال خور در قدیم هنگامی که آقا محمد خان قاجار هنوز خاج نشده اسیر کریم خان زن نگردیده بود و به دست او از مرگ رهایی یافت حاجی خان از رضا قلی خان درخواست کرد که موافقت نماید که او با گروه عبدال خان کرد برای دستگیری آقا محمد خان قاجار برود رضا قلی خان هم موافقت نمود بدون اینکه حاجی خان حلال خور خود را مدیون آقا محمد خان قاجار به شمار می آورد. سربازان آقا محمد خان قاجار که در بار فروش بودن قافل گیر شدن و نیروی مهاجم بدون اینکه مواجه با مقاومت شدید شود بار فروش را اشغال کرد. آقا محمد خان قاجار سهرخیز بود و آن روز مثل ایام دیگر قبل از اینکه هوا به کلی روشن شود از خواب برخاست و نماز خواند و بعد از خواندن نماز باز استراحت کرد تا اینکه خدمه اش بیدار شود. یک وقت از شهر صداهای غیر عادی به گوش رسید و گوش فراداد و تصور کرد که سربازان او هستند که مراجعت کرده اند. اما دریافت که صداهای مزبور باید علتی غیر از مراجعت سربازان او داشته باشد و لباس پوشید و شمشیر بست و دو تپانچه پر را که پیوسته در دسترس داشت و هر دو دلول بود به کمر بست و در آن موقع دو نفر از خدمه اش دویدن و به او اطلاع دادند که محاصره شده اند. منزل آقا محمد خان قاجار در بار فروش در خانه ای بود به اسم باغ وشن و وشن بر وزن حسن به معنای کتان است و مردم بار فروش و بعضی دیگر از نقاط مازندران کتان را وشن می خاندن و چون در گذشته آن باغ که آقا محمد خان در آن سکونت داشت کتان کاشته میشد مردم آن را باغ وشن می خاندن. باغ وشن کنار کاروان سرای موسوم به سرای ملک و تجار قرار داشت و چون نیروی مهاجم میدانست که مسکن آقا محمد خان مجاور کاروان سراست آن کاروان سرا هم اشغال کرده بود که آقا محمد خان قاجار نتواند بگریزد آقا محمد خان برای اینکه از وضع محاصره باغ وشن اطلاع حاصل کند به بام خانه رفت و برای اولین بار منظره شهر بارفروش را از بام دید بارفروش در آن موقع از شهرهای زیبا و تمیز ایران محسوب میشد و تمام کوچه ها سنگ فرش بود و بام هر خانه به یک رنگ جلوه می کرد. چون در بار فروش سفال های رنگارنگ می ساختن و هر کس بام خانه خود را با یک رنگ سفال مفروش می نمود و از این جهت بام خانه ها با سفال مفروش می شد که در بار فروش زیاد باران می بارید و سفال ها مانع از این می گردید که رطوبت به درون خانه نفوذ نماید کوه دماون که در شمال عراق یعنی شمال ولایات مرکزی ایران دیده می شود در بار فروش هم دیده می شود و آقا محمد خان قاجار از بلندی و سفیدی و عظمت آن کوه حیرت کرد سربازانی که اطراف باغ وشن و در کاروان سلای ملک و تجار بودن آقا محمد خان قاجار را بر بام دیدن و به طرفش تیراندازی کردند. ولی گلوله توفنگ ها به آقا محمد خان اصابت نکرد و آن مرد دلیر از بام فرود آمد و به خدمه و سربازان گفت ما محاصر شده ایم آنگاه به طوری که گابریل بر محقق انگلیسی که نامش در این سرگذشت برده شد می نویسد آقا محمد خان قاجار به اطرافیان خود گفت مسئول محاصره شدن ما در اینجا من هستم و من اگر دشمن را ضعیف به شمار نمی آوردم و سهلنگاری نمی کردم امروز بار فروش از طرف لاریجانیها ها اشغال نشده بود و هنوز آقا محمد خان قاجار نمیدانست که رضا قلی خان فرماندهی کل قوای مهاجم را دارد آقا محمد خان قاجار به یکی از ملازمین خود گفت بر بام خانه برود و بپرسد کسانی که باغ را محاصره کردهاند چه میخواهند وقتی از محاصر کنندگان پرسید چه می خواهید خان کرد فریاد زد ما آقا محمد خان خاجه را می خواهیم و باید او را نزد رضا خان ببریم از عبدال خان پرسیده شد چرا می آقا محمد خان را نزد رضا خان ببرد و او گفت برای اینکه فرمانده ما رضا خان است با اینکه به آقا محمد خان قاجار گفتند که فرمانده نیروی مهاجم رضا قلی خان است باور نکرد که او یاقی شود و بخواهد وی را دستگیر کند و یکی از ملازمان خود به اسم مشتبا بیک که استرابادی را مأمور کرد که نزد رضا قلی خان برود و از او بپرسد برای چه وی را تحت محاصره قرار داده و چه میخواهد. مجتبا که استرابادی به راهنمایی سربازان که شهر را محاصره کرده بودند نزد رضا قلی خان رفت و گفت که از طرف آقا محمد خان می آید و از قول او می پرسد که رضا قلی خان برای چه او را تحت محاصره قرار داده و از وی چه می خواهد رضا قلی خان جواب داد از طرف من بگو هر کسی پنج روز نوبت اوست و تا امروز او پادشاه بود و از این به بعد من میخواهم پادشاه بشوم و شایستگی من برای پادشاهی بیش از اوست چون او خاجه است و من مردی عادی هستم و مردم حاضر نیستند که یک خاجه را پادشاه خود بدانند بعد رضا قلی اظهار کرد از قول من به او بگو که اگر میخواهی خونت ریخته نشود یا جهان بین خود را از دست ندهی بدون مقاومت تسلیم شو و من یک ساعت به تو فرصت میدهم که خود را برای تسلیم شدن آماده نمایی اگر بعد از یک ساعت تسلیم شدی من تو را نخواهم کشت و نابینایت نخواهم کرد و تو را در یک نقطه خلوت جا می دهم که بقیه عمر را مشغول عبادت و فراهم کردن توشه آخرت باشی بعد از یک ساعت سربازان ما حمله خواهند کرد و هر کس را که مقاومت کند خواهند کشت و تو هم اگر مقاومت کنی کشته خواهی شد و اگر اسیر ما بشوی کوچکترین مجازاتت این خواهد بود که چشمهایت را از دست خواهی داد رضا قلی خان نمیخواست برادر خاجهش را به قتل برساند یا کور کند بلکه مسمم بود که وی را در یکی از قلا حبس نماید و آن حرف ها را زد تا آقا محمد خان را بترساند و او را وادار به تسلیم کند مجتبابه استرابادی جواب رضا قلی خان را برای تسلیم آقا محمد خان قاجار برد و به او گفت رضا قلی خان به شما یک ساعت مهلت می دهد که خود را برای تسلیم شدن آماده نمایید و بعد از آن سربازان مبادرت به حمله خواهند کرد. عبدالخان کرد که فرمانده مستقیم نیرویی بود که باغ وشن را در محاصره داشتن نیز مطلع شد که باید یک ساعت صبر کند و اگر بعد از آن آقا محمد خان تسلیم نشد مبادرت به حمله نماید عبدالخان کرد نمیخواست که آقا محمد خان قاجار تسلیم شود و مایل بود که وی مقاومت نماید و در جنگ به قتل برسد. زیرا دو محمد قلیه سفید و سیاه به عبدالخان دو هزار تومان پول نقد و هش هزار تومان فتحه یا سفت داده بودند که آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند. قوفه خرید ده هزار تومان پول در آن دوره به قدری زیاد بود که عبدال کرد نمی توانست از آن پول زیاد صرف نظر کند اما دو محمد قلی سفید و سیاه از این جهت حاضر شدند دو هزار تومان پول نقد و هشت هزار تومان به موجب فتح طلب بپردازند مشروط بر اینکه آقا محمد خان به قتل برسد آنها فهمیدند که رضا قلی خان بعد از اینکه پادشاه شد میل ندارد که آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند و آقا محمد خان چون مردی لایق و با اراده است اگر زنده بماند باز قدرت به دست خواهد آورد و در صدد برخواهد آمد که املاک آنها را در لاریجان تصرف نماید آن دو مالک ثروتمند پرداخت ده هزار تومان را به عنوان قیمت سر آقا محمد خان برای اینکه همواره از خطر وی مسون باشن یک معامله سودمن می دانستند عبدال کرد نمی خواست که آقا محمد خان قاجار تسلیم شود بلکه مایل بود که وی مقاومت نماید تا کشته شود و هرگاه در ضمن مقاومت اسیر میشد عبدال خان برای اینکه بتواند هشت هزار تومان دیگر را از دو محمد قلی لاری بگیرد خاجه قاجار را به قتل میرسانید و می گفت مقاومت کرد و کشته شد لیکن اگر آقا محمد خان قاجار بدون لحظه ای مقاومت تسلیم میشد، عبدال خان کرد برای کشتن او دستاویز موجه نداشت و نمی توانست به طوری که مورد بازخواست رضا قلی خان قرار نگیرد خاجه قاجار را به قتل برساند. عبدالخان کرد می دانست که اگر آقا محمد خان به قتل برسد فقط رضا قلی خان وی را مورد بازخواست قرار خواهد داد چون غیر از او کسی مایل به زنده بودن آقا محمد خان قاجار نیست در تمام مدت شست دقیقه که مدت زرب العجل بود عبدال خان کرد راجب مسئله تسلیم شدن آقا محمد خان قاجار می اندیشید. عقل او می گفت که آقا محمد خان چون نیرویی ندارد و می داند که تحت محاصره قرار گرفته و نیروی دشمن خیلی قوی تر از نیروی اوست تسلیم خواهد شد چون میفهمد اگر به جنگت به قتل می رسد یا کور می شود و شکست خوردنش در جنگ بدون تردید است اگر عبدالخان کرد می توانست بدون محابا حرف دل خود را بزند خطاب به خاجه قاجار فریاد می زد ای آقا محمد خان تسلیم نشو و با ما بجنگ تا من بتوانم تو را به قتل برسانم و هشت هزار تومان دیگر از دو مالک لاری جانی دریافت کنم قبل از اینکه مدت زربل اجل منغزی گردد عبدال خان کرد تصمیم قطعی گرفت که به فرض اینکه آقا محمد خان تسلیم شود او را به قتل برساند زیرا بعد از اینکه فتح طلب را از دو مالک لاریجانی دریافت کرد آن هش هزار تومان را در جیب خود پنداش و نتوانست تحمل کند که از تصاحب آن پول گذاف محروم گردد سردار کرد میدانست که آقا محمد خان قاجار اگر بخواهد تسلیم شود خود را به او تسلیم می نماید و همین که تسلیم گردید با تپانچه وی را به قتل خواهد رسانید و خواهد گفت که آقا محمد خان قصد داشت مرا به قتل برساند و اگر من او را به قتل نمی رسانیدم او مرا معدوم می نمو. چند نفر که در موقع تسلیم آقا محمد خان در پیرامون وی هستند چون جزو مهارم او باشند گفته اش را تصدیق خواهند نمود و طوری شهادت خواهند داد که اظهاراتشان بیانگر گفته عبدال خان باشد و شاید هم رضا قلی خان از کشته شدن آقا محمد خان راضی یا خوشنود گردد چون آقا محمد خان پسر ارشد محمد حسن خان اشاق باش است و تا آخرین روز زندگی که اگر زنده بماند رقیب رضا قلی و مدعی تاج و تخت وی خواهند بود شاید رضا قلی خان بر حسب ظاهر راجب علت قتل آقا محمد خان قاجار تحقیق نماید ولی بعید است که به راستی از مرگ او متاسف گردد چون اگر وی از مرگ برادر متاسف میشد در صدد بر نمی آمد که تقیان نماید و سلطنت را از وی بگیرد این طرز فکر عبدال کرد بود و عزم داشت همین که آقا محمد خان تسلیم گردد او را به قتل برساند آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه جواب رضا قلی خان را دریافت کرد از مجتبا بیک استرابادی راجب نیروی رضا قلی خان که در بار فروش و اطراف شهر می باشد پرسش نمود مشتبا بیک استرابادی گفت: من از شهر بیرون نرفتم و نمیدانم که رضا قلیخان در بیرون بار فروش چقدر سرباز دارد، اما سربازان او در شهر که ای لاری لاریجانی و 2000 استرابادی و عدهای همکرد هستند، شاید بین هزار و هزار سرباز باشد. آقا محمد خان گفت ما نمی توانیم با این نیرو بجنگیم و لابد سربازانی که باغ وشن را احاطه کرده اند همه کرد می باشند مشتبا که استرابادی گفت بلی آقا محمد خان پرسید صلاح من به عقیده تو چیست؟ مشتبا که استرابادی گفت ای سلطان عالی قدر هر کس صلاح خود را بهتر از دیگران می داند زیرا اطلاعات هیچ کس در مورد دیگری به اندازه خود شخص در مورد خیش نیست آقا محمد خان گفت اگر من به جنگم آیا فاتح خواهم شد یا شکست خواهم خورد مجتبی بیک استرابادی گفت اگر شما به جنگید به طور حتم شکست خواهید خورد آقا محمد خان قاجار گفت اگر تسلیم شوم چطور؟ مشتبابه که استرابادی گفت چون رضا قلی خان قل داده که با شما به خوبی رفتار کند و از آن گذشته برادر شما نیز هست اگر تسلیم شوید بهتر از جنگیدن است آقا محمد خان قاجار گفت من اگر به مالکین لاریجانی تسلیم شوم مرا خواهند کشت مشتبا بیک استرابادی گفت به عبدال خان کرد تسلیم شوید آقا محمد خان گفت به او هم اعتماد ندارم و اگر خود را تسلیم عبدال خان کنم ممکن است مرا به قتل برساند مشتبه که استرابادی گفت پس به رضا قلی خان تسلیم شوید آقا محمد خان قاجار گفت این قابل قبول است و مشتبه که استرابادی را مأمور کرد که مرتبه ای دیگر از باغ وشن خارج شود و نزد رضا قلی خان برود و به او بگوید که آقا محمد خان حاضر است تسلیم شود مشروط بر اینکه خود رضا قلی خان بیاید و او را با خیش ببرد وقتی مجتبابه که استرابادی از باغ وشن خارج گردید که نزد رضا قلی خان برود عبدال خان کرد از او پرسید چه شد و آیا آقا محمد خان خاجه می خواهد به یا تسلیم می شود مجتبا بیخ گفت او تسلیم می شود عبدالخان کرد پرسید اگر قصد دارد تسلیم شود برای چه ما را معطل کرده است مجتبا بیک گفت او پیغام داده که رضا قلی خان اینجا بیاید تا اینکه تسلیم شود بیش از این مجتبا بیخ صحبت نکرد و رفت و عبدال خان نتوانست بفهمد که منظور آقا محمد خان این است که فقط به رضا قلی خان تسلیم گردد نه به دیگری رضا قلی خان آمد و آقا محمد خان قاجار در حالی که مسلح بود از بام خانه با او صحبت کرد و گفت من فقط به شما تسلیم می شوم رضا قلی خان گفت بسیار خوب تسلیم شو به دستور آقا محمد خان قاجار دروازه باغ وشن را که تا آن موقع بسته بود گشودن و آقا محمد خان که تپانچه ها و شمشیر را باز کرد به رضا قلی خان نزدیک شد و گفت من فقط به شما تسلیم شدم نه به دیگری آقا محمد خان میخواست که فقط به برادرش که یک قاجار و پسر محمد حسن خان است تسلیم گردیده و به عبدال خان کرد یا لاریجانی ها تسلیم نگردیده باشد رضا قلی خان گفت بسیار خوب و بعد خطاب به عبدال خان اظهار کرد که تو آقا محمد خان را نگاه دار و با او به احترام رفتار کن تا بعد من برای سکونت وی محلی مناسب را در نظر بگیرم در آن موقع حاجی خان معروف به حلال خور اهل بن پی گفت قربانت کردم اجازه بدهید که من برادر بزرگ وار شما را نگاه داری نمایم عبدال خان کرد گفت حاجی خان حضرت نواب رضا قلی خان به من امر کرده که آقا محمد خان را نگاه دارم و تو برای چه خود را وسط می اندازی و اگر حضرت نواب مایل بود که تو برادرشان را نگاه داری به تو می گفتن مستحفظ او باشد. رضا قلی خان خطاب به حاجی خان حلال خور پرسید تو برای چه میخواهی برادر مرا نگاه داری حاجی خان حلال خور به رضا قلی خان نزدیک گردید و آهسته در گوشش گفت قربانت گردم آقا محمد خان مردی ثروتمند و می تواند با پول عبدال خان و کردهای دیگر را فریب بدهد و بگریزد ولی قادر نخواهد بود که با پول مرا گول بزند رضا قلی خان گفت در تو چه مزیت هست که او نمی تواند با پول تو را گول بزند حاجی خان حلال خور گفت قربانت کردم در من مزیتی نیست لیکن من که سرسپرده شما می باشم دشمن آقا محمد خان قاجار هستم و به همین جهت نمی گذارم که فرار کند و او نخواهد توانست که با پول مرا گول بزند و از چنگ من بگریزد رضا قلی خان گفت بسیار خوب و من آقا محمد خان را به تو می سپارم ولی بدان که هرگاه او بگریزد نه فقط سرت بر باد خواهد رفت بلکه دودمان تو را نابود خواهم نمود حاجی خان حلال خور گفت قربانت گردم من خود داف طلب شدم که حفاظت برادر شما را عهده بگیرم چون فکر کردم که اگر دیگری مستحفظ او باشد ممکن است نتواند به خوبی از وی حفاظت نماید و من سر خود و دو پسرم را زمانت می دهم که وی فرار نکند. رضا قلی خان موافقت کرد که حاجی خان حلال خور مواظب آقا محمد خان باشد و به او گفت تو چند روز او را تحت نظر بگیر و نگذار فرار کند تا من برای حبس او یکی از قلا را در نظر بگیرم حاجی حلال خور ده تفنگچی داشت و با آن ده نفر عهدهدار محافظت آقا محمد خان قاجار گردید و او را در یکی از خانه های بار فروش جاداد تا بعد رضا قلی خان یکی از قلا را برای حبس آقا محمد خان در نظر بگیرد یا اینکه حاجی خان وی را ببند پی مسقط الرأس خیش ببرد و در آنجا نگاه دارد عبدال خان وقتی مشاهده کرد که شکار از دستش به در رفت طوری خشمگین شد که تصمیم گرفت به خانه ای که آقا محمد خان در آن به سر می برد حمله کند و او را در همان خانه به قتل برساند عبدالخان چون میدانست که حمله اش به آن خانه بدون مجوز است نزد دو محمد قلی سفید و سیاه رفت که با آنها مشورت کند و بپرسد به چه دستاویز می توان به آن خانه حمله ور شد و آقا محمد خان را در آنجا کشت دو محمد قلی گفتند اینکه که آقا محمد خان قاجار از چنگ ما به در رفته نباید در صدد قتل او برآمد بلکه باید او را به حال خود گذاشت و شاید اقدامی بکند که برادرش رضا قلی خان وی را به هلاکت برساند عبدال خان گفت شما می توانید او را به حال خود بگذارید ولی من نمیتوانم دست از آقا محمد خان بردارم زیرا هشت هزار تومان که من باید از شما دریافت کنم در گرو مرگ آقا محمد خان است و اگر شما حاضر باشید مبلغی دیگر به این پول بیفزایید می توان آقا محمد خان را نابود کرد دو محمد قلی پرسیدن چگونه می توان او را نابود نمود عبدالخان گفت حاجی خان که عهدهدار حفظ آقا محمد خان شده دشمن خونین اوس و بعد از اینکه رضا قلی خان رفت به ما گفت از این جهت داوطلب حفاظت آقا محمد خان شده که نگذارد او بگریزد و میترسد که هرگاه دیگری عهدهدار حفاظت او گردد آقا محمد خان فرار کند دو محمد قلی توضیح بیشتر خواستند و عبدالخان گفت چون حاجی خان حلال خور دشمن آقا محمد خان است میتوان او را با کشتن این خاجه موافق کرد و اگر پولی به حاجی خان داده شود با قتل آقا محمد خان موافقت خواهد نمود من امروز نزد او میروم و راجب این موضوع با وی مذاکره می کنم و مبلغ پولی را که باید به او داده شود از هزار تومان شروع می کنم و اگر با دریافت هزار تومان برای کشتن آقا محمد خان موافقت نکرد اسم از دو هزار تومان میبرم و بعد خواهم گفت که به او دو هزار و پان ست تومان خواهم داد تا آقا محمد خان را به قتل برساند و در هر حال از پنج هزار تومان بالاتر نخواهم رفت و من تقریبا یقین دارم که حاجی خان حلال خور با این مبلغ راضی خواهد شد که آقا محمد خان کشته شود دو محمد قلی گفتند کشتن آقا محمد خان بهانه لازم دارد عبدال خان گفت بهانه اش این است که میخواست بگریزد و او را با تیر زدن و اگر او به من تسلیم میشد او را به همین بهانه میکشتم و تیر را از عقب به مهره پشت او میزدم و میدانی تیری که به مهره پشت بخورد کشتنی است دو محمد قلی ایراد گرفتن که اگر حاجی خان حلال خور با قتل آقا محمد خان موافقت نکند چه خواهد شد عبدال خان گفت او چون دشمن خونین آقا محمد خانست است با قتلش موافقت خواهد کرد و همانطور که من نمیتوانم از هشت هزار تومان بگذرم او هم نخواهد توانست از پنج هزار تومان بگذرد و اگر موافقت نکرد طوری نخواهد شد و شما ضرر نخواهید کرد دو محمد قلی گفتند قرار ما بر این بود که اگر تو آقا محمد خان را به قتل برسانی غیر از دو هزار تومان نقد که از ما گرفتی ما هش هزار تومان دیگر به تو بپردازیم و اینک که میگویی ای حاجی خان حلال خور آقا محمد خان را خواهد کشت و ما هم باید پنج هزار تومان به او بدهیم برای چه هش هزار تومان به تو بپردازیم عبدالخان خان گفت من نگفتم که شما به او پنج هزار تومان خواهید پرداخت و گفتم از هزار تومان شروع خواهم کرد و شاید با هزار تومان یا هزار و پانصد تومان راضی شود دیگر اینکه ترتیب کاری را طوری خواهم داد که من خود آقا محمد خان را به قتل برسانم نه خان تا اینکه اطمینان کنم که او کشته شده است دو محمد قلی که احتمال موفقیت را ضعیف میدانستند گفتند به حاجی خان حلال خور بگو که پول بعد از کشته شدن آقا محمد خان به او پرداخت خواهد شد عبدال خان گفت مهازا شما همانطور که مبلغی نقد به من دادید باید مبلغی هم نقد به حاجی خان بدهید وگرنه او موافقت نخواهد کرد و موضوع را جدی نخواهد گرفت دو محمد قلی موافقت کردند که عبدال کرد برود و با حاجی خان حلال خور راجع به قتل آقا محمد خان مذاکره کند ولی نامی از آنها نبرد و دیگر اینکه اطمینان حاصل کند که حاجی خان حلال خور چه موافقت بکند و چه نکند آن موضوع را برای رضا قلی خان نقل نخواهد کرد و عبدال خان گفت من فکر می کنم که یکی از بزرگترین آرزوهای حاجی خان حلال خور این است که آقا محمد خان کشته شود و از این گذشته حاجی خان تفل نیست که نتواند حرفی را در دل نگاه دارد و اولین شرط خدمت کردن در دیوان این است که انسان بتواند حرفی را که میشنود در دل نگاه دارد دو محمد قلی با مذاکره کردن با حاجی خان حلال خور موافقت کردند و عبدال خان که میدانست حاجی خان و محبوس او در بار فروش هستند به خانه حاجی رفت و راجع به قتل آقا محمد خان با وی مذاکره کرد ما از ذکر جزئیات مذاکره آن دو نفر معذوریم چون معلوم است که آن دو چه می گفتند آجی خان همین که شنید عبدال خان به او پیشنهاد می کند که آقا محمد خان را به قتل برساند فهمید که می تواند آنچه را در گوش رضا قلی خان گفت مهرز نماید و به او ثابت کند که عبدال خان فریب پول آقا محمد خان را خورد حاجی خان به رضا قلی خان گفته بود که چون آقا محمد خان قاجار ثروتمند است شاید با پول عبدال خان را بفریبد که او را آزاد کند و اگر عبدال خان برای قتل آقا محمد خان به خانه مسکونی او حمله می کرد حاجی خان می توانست آن حمله را چنین جلوه دهد که اقدامی بود برای ربودن و گریزانیدن آقا محمد خان از طرف عبدال خان اما ترسید بعد از اینکه عبدال خان را نزد رضا قلی خان مقصر کرد جان آقا محمد خان قاجار به خطر بیفتد و رضا قلی خان او را به قتل برساند یا نابینا کند که چرا در صدد فرار برامده است حاجی خان می اندیشید که باید راهی را در نظر گرفت که در عین این که عبدال خان در نظر رضا قلی خان مقصر می شود و متهم میگردد که می آقا محمد خان را بگریزاند خاجه قاجار به هلاکت نرسد این بود که در جواب عبدال خان گفت پیشنهاد تو از نظر من خیلی جالب توجه است ولی غیر منتظر است و من باید راجب آن فکر کنم و بهترین است که فردا بیایی تا به تو جواب بدهم حاجی خان حلال خور میخواست راجب آن پیشنهاد با آقا محمد خان قاجار مشورت نماید چون میدانست که آقا محمد خان مردی است باهوش و دانشمند و میتواند به تمام قضايا پی ببرد وقتی آقا محمد خان چگونگی مذاکره حاجی خان را با عبدال خان شنید گفت رضا قلی خان این مرد را نزد تو نفرستاده چون اگر او بخواهد مرا به قتل برساند ضرورت ندارد که عبدال خان را نزد تو بفرستد و با پول تو را تطمیع کند او حکم میکند که مرا به قتل برسانند و اگر تو مبادرت به قتل من نکنی دیگری را مأمور کشتن من خواهد کرد خود عبدال هم مردی نیست که برای قتل من به تو پول بدهد ولو پول داشته باشد و من تردید ندارم که مالکین لاریجان او را نزد تو فرستاده اند تا با پول وادار به قتل من نمایند حاجی خان حلال خور پرسید تکلیف من چیست و آیا پیشنهاد او را بپذیرم یا نه آقا محمد خان گفت پذیرفتن پیشنهاد عبدالخان خان از یک لحاظ بد نیست و آن اینکه مبلغی آید تو می شود و چون این مبلغ در جیب دشمنان ما خرج می گردد یک قنیمت است و تحصیل آن جائز حاجی خان حلال خور گفت من اگر این قنیمت جنگی را از عبدالخان و در واقع از مالکین لاریجان بگیرم باید با کشتن شما موافقت کنم و شما میدانید که من حاضر نیستم که در این خصوص چیزی بشنوم آقا محمد خان قاجار گفت انسان اگر از نقشه دشمن اطلاع داشته باشد بهتر از این است که بی اطلاع بماند و نداند که وی چه میخواهد بکند اینک بر من محقق گردیده که مالکین لاریجان قصد دارند که مرا به قتل برسانند و رضا قلی هم از قصد آنها بدون اطلاع و تو مرتبه ای دیگر با عبدال خان مذاکره کن و بفهم که نقشه او برای قتل من چیست آیا می خواهد تو مرا به قتل برسانی یا قصد دارد خود او مرا به قتل برساند و آیا می خواهد مرا در بار فروش معدوم کند یا به جای دیگر ببرد و نابود نماید و چون تو از دشمن غنیمت دریافت می کنی هر قدر که بیشتر باشد بهتر است روز بعد عبدال خان آمد تا از نتیجه مطلع گردد و بداند که آیا حاجی خان حلال خور به طور جدی حاضر است که آقا محمد خان کشته شود یا نه حاجی خان حلال خور گفت من به قدری با آقا محمد خان دشمن هستم که اگر روزی ببینم سرش از بدن جدا گردیده آن روز سعادت بخشترین ایام زندگی من خواهد بود اما نمیخواهم طوری بشود که رضا قلی خان مرا به جرم قتل برادرش به هلاکت برساند چون هرچه باشد این دو برادرن و من بین آنها بیگانه هستم عبدال خان گفت مرد باید جرأت داشته باشد و بدون داشتن جرأت هیچ مرد قادر به انجام رسانیدن هیچ کار نیست تو می توانی به رضا قلی خان بگویی که برادرش فرار کرد و چون مسئول حفظ او بودی ناچار شدی از عقب او را با تیر بزنی و اگر میترسی که یک تیر به طرف او بیندازی من آن کار را بر عهده می گیرم و با یک گلوله کارش را می سازم دنیای کتاب صوتی